سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز. بورل با دولت‌های اتحادیه اروپا با دنبال هماهنگی برای حضور دیپلماتیک در کابل هستیم. ربانی: انبار شراب متعلق به من نیست، طالبان جنگ تبلیغاتی را راه انداختند. ادعای حکمتیار: یک جاسوس احمد مسعود را در تحولات پنجشیر تحریک میکرد. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب و سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گلبدین حکمتیار یک جاسوس احمد مسعود را در تحولات پنجشیر تحریک میکرد. رهبر حزب اسلامی افغانستان مدعی وجود و نقش آفرینی یک جاسوس در تحولات به هم خوردن شرایط و اوضاع در پنجشیر شد. با گزارش اسپوتنیک، روزنامه دیلی پاکستان نوشته است که گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان میگوید که وجود یک جاسوس باعث ایجاد حرج و مرج در پنجشیر شد. در این منطقه سلاح و تجهیزات کافی وجود داشت که حتی برای کل کشور کافی بود. پیشروی و موفقیت طالبان در پنجشیر مسئله بزرگ بود. حکمتیار افزود: افغانستان باید یک دولت تک حزبی داشته باشد. با گفته وی مردم افغانستان خوشحال هستند، زیرا با یک هدف بزرگ یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و پایان جنگ در این کشور دست یافتند. طالبان در حال حاضر دولت موقت اعلام کرده، چرا که پس از دولت قبلی باید خلای فقدان دولت پر می شد. ما دولتی می خواهیم که از حمایت مردم برخوردار باشد، زیرا دولت هایی که بدون مشورت تشکیل شدند شکست می خورند. ما می خواهیم دولت متحد و یا حزب باشیم. حکمتیار با اشاره به اینکه دولت سابق افغانستان می خواست با طالبان بجنگد و این همان چیزی بود که نیروهای خارجی نیز می خواستند افزود: حزب اسلامی نمی خواهد با جنگ با طالبان اشتباه کند. ما جنگ طولانی با نیروهای خارجی انجام دادیم. با گفته وی یک جاسوس احمد مسعود را در تحولات پنجشیر تحریک می کرد. او همان کسی است که گردها را در ترکیه تحریک کرد و باعث نارامی در عراق شد. تعداد زیاد سلاح و مهمات در پنجشیر پیدا شد، آنقدر که برای یک کشور کافی است. حالا چگونه این همه سلاح به پنجشیر رسیده است؟ این یک سوال است. در همین حال ربانی: انبار شراب متعلق به من نیست، طالبان جنگ تبلیغاتی برای انداختن. صلاح الدین ربانی در واکنش به ویدیوی منتشر شده توسط طالبان منتسب به وی گفت که طالبان جنگ تبلیغاتی را علیه مخالفان خود آغاز کردند. با گزارش اسپوتنیک، صلاح الدین ربانی از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر پیشین امور خارجه افغانستان ویدیوی منتشر شده منصوب به خود را تکذیب کرد. روز گذشته ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که ادعا می کردن یک انبار بزرگ مشروبات الکلی در خیابان ده در وزیر اکبرخان وجود دارد، جایی که خانه صلاح الدین ربانی در آن قرار دارد. در این ویدیو یک عضو طالبان به نام جنرال مبین ادعا می کند که خانه متعلق به صلاح الدین ربانی است و این انبار در داخل خانه اوست. با این حال ربانی نداها را رد کرده و گفت که طالبان جنگ تبلیغاتی را علیه مخالفان خود آغاز کرده است. وی افزود که این انبار متعلق به خانه او نیست، بلکه متعلق به سفارت چک و متعلق به آنها است. ربانی اقدام تهیه کنندگان ویدیو را خلاف قانون اساسی خوانده و تبلیغات منفی علیه وی را تهمت تهمت و تهمت خواند. کنواسیون وین یک معاهده چند جانبه در مورد مسئولیت دیپلمات ها است که افغانستان یکی از طرفین آن است. بر اساس این توافقنامه همه سفارتخانه ها و کنسولگری های خارجی در برابر تهاجم مسئول هستند و مقامات امنیتی کشور میزبانی نمی توانند بدون اجازه کشور میزبان وارد این امکان شوند. در همین حال بورل با دولت‌های اتحادیه اروپا با دنبال هماهنگی برای حضور دیپلماتیک در کابل هستیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که این اتحادیه راهی جز تعامل با طالبان در افغانستان ندارد و افزود: بروکسل با دنبال هماهنگی با دولت اتحادیه اروپا برای سازماندهی حضور دیپلماتیک در کابل است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه گفت که بروکسل به دنبال هماهنگی با دولت‌های اتحادیه اروپا برای سازماندهی حضور دیپلماتیک در کابل است.
دیپلمات ارشد اروپایی در پارلمان اروپا در استرانبورگ فرانسه گفت بحران افغانستان تمام نشده است. برای داشتن هر گونه شانس تاثیرگذاری بر رویدادها چاره جز تعامل و گفتگو با طالبان نداریم. وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا در گفتگو با طالبان بر اهمیت حقوق بشر تاکید خواهد کرد، افزود شاید صحبت از حقوق بشر ترکیب کاملا متناقض باشد، اما این جزی است که باید از آنها مطالبه گرفت. در پی تحولات اخیر افغانستان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیشتر هم تاکید کرده بود که این اتحادیه مجبور به برقراری ارتباط با گروه طالبان برای خارج کردن اتباع خارجی، کارمندان افغانستانی و خانواده هایشان از افغانستان است، اما این به معنی به رسمیت شناختن سلطه طالبان بر افغانستان نیست. یادآوری میکنیم که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان 16 سنبلا در نشست خبری اعضای کابینه دولت جدید افغانستان را اعلام کرد. وی پس از اعلام افراد کابینه دولت جدید افغانستان گفت در دولت آینده سعی میکنیم که افرادی از اقوام مختلف به کار گرفته شوند و ما تلاش خواهیم کرد تا به اقشار جامعه افغانستان در دولت بعدی نقش داشته باشیم. همچنان این در حالی است که سفیر افغانستان در سازمان ملل اجیران خارجی و طالبان در قتل مردم پنجشیر کمک میکنند. با گزارش اسپوتنیک افغانستان، سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد اجیران خارجی و طالبان در قتل مردم پنجشیر کمک میکنند. سفیر افغانستان در دفتر اروپای سازمان ملل متحد در ژنو میگوید بررسی ها نشان داده است که مزدوران اجیر خارجی برای قتل و کشتار در پنجشیر به دنبال کمک نمودند. در همین حال قانون جدید طالبان در دانشگاه ها، با گزارش اسپوتنیک افغانستان، قانون جدید طالبان در دانشگاه ها، وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است که در صحن دانشگاه طبقه آناس و ذکور از هم فاصله بگیرند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر خواهیم گذاشت. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید.